سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای میکائیل شهرستانی، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر به کتاب باز خیلی خوش اومدید. من به شما همینطور بینندگان گرامی برنامه کتاب باز درود میفرستم. خیلی متشکرم. جناب شهرستانی، در ایام قرنطینه چه کردید؟ سخت بود یا تونستین به هر حال راحت تر کنید ایام رو بر خودتون؟ دیگه از ویژگی های بشر سازگاری شد دیگه. هنر ما به خصوص ایرانی ها که دیگه خیلی خوب با شرایط سعی میکنیم خودمون رو انطباق بدیم و گاهی هم افراط میکنیم در این قضیه، ولی به هر شکل وظیفه هممون بوده که تو این مدت، من از سوم اسفند ماه که این اتفاقات جدی شد و عنوان شد و تجمعات به جد قرار شد که صورت نگیره، ما هم نمایشی رو که بر صحنه داشتیم ناگزیر تعطیل کردیم، مثل خیلی از کارهایی که بر صحنه بود، و همینطور آموزشگاهمون رو تعطیل کردیم و در خانه نشستیم و مشغول کتابخوانی و فیلم دیدن و بله در خدمت خانواده بودن. اگر کتابی در این مدت خوندید یا فیلمی که تو ذهنتون مونده، به دلتون نشسته، ممکنه به بینندگان ما معرفی بفرمایید؟ حالا من چون الان دارم برای پروژه پایان‌نامه هنرجویانم که در مرداد ماه طبق قراری که داشتیم کاری رو آماده میکنم، طبیعتاً بیشتر تو اون حوزه دارم مانور میدم و یک نمایشنامه هست از رادی، لبخند با شکوه آقای گیل، که ادپته شده، حالا جمع جور شده، دراماتورژی که نمیشه گفت، ولی خب با یک کوچولو دستکاری هایی که با البته نظارت سرکار خانم انقا، خانم رادی، این اتفاق افتاده، یعنی با اجازه ایشون. بیشتر تو اون حوزه الان دارم کار میکنم، این شناختنامه رادی رو دوباره بعد سالها باز بخونم، آثار دیگرشون رو مرور بکنم، ببینم تو مسیری که داریم حرکت میکنیم یه وقت خدا نکرده خبط و خطایی نکنیم. هرچند من رادی رو چند بار دیگه هم تجربه کردم، آهسته با گل سرخش رو در تلویزیون سالهای دور ضبط کردم، کارگردانی کردم، یادش بخیر کارگردانی تلویزیونیشون هم آقای ساسان امیرپور بودن، در خدمت آقای هدایت، خانم افسر اسدی و دوستان جوان دیگری بودن. بعد دو تا کارشون رو روی صحنه بردم، آهنگای شکلاتی و شب بخیر جناب کند، چند سال بعد ملودی شهر بارانیشون رو اجرا کردم. برصورت مانست زیادی با آثار رادی دارم، چون تفکر ذهنیتشون رو دوست می‌دارم و قلمشون رو، و این فکر می‌کنم تجربه، اگر اشتباه نکنم، پنجم من باشه با رادی. اینی که تو اون حوزه فعلا دارم مطالعه می‌کنم که نمیدونم حالا چقدر برای مخاطبین شما جذاب باشه. به شدت جذابه، قطعا. یقینا بسیاری از بیننده های شما دانشجوهای تئاتر، هنرجوهای بازیگری هم، که به نظر من مرور آثار این بزرگان که در قله درام ایران ایستادن خیلی خیلی واجبه. متاسفانه من یک کاری رو در فکر میکنم 6-7 سال قبل، زمان ها رو من ببخشید دقیق نمیدونم، تو حافظم نمیمونه، روی صحنه بودم به نام هفت پرده، از هفت در واقع نمایشنامه بلند رادی، ما یک خط سراسری رو گرفتیم، صحنه های از اون نمایشنامه های بلندشون رو انتخاب کردیم به کمک البته دراماتورژ هم سرکار خانم هما علیزاده، زندگی فرهنگی رادی رو هم مابین اینا، اون در واقع نخ تسبیه بود که متصل میکرد، از 23 سالگی که روزنه آبی رو نوشته تا لحظه فوتشون در بیمارستان فارس،
که خب بیشتر صحنه‌های رادی در اتاق کارش اتفاق می‌افتاد، که در گوشه ای از سالن چهارسو اینو متراحیش کرده بودیم و کاری بود که خب خوشبختانه با اقبال عمومی هم بسیار روبرو شد. در واقع 13 تابلو بود، 7 تابلو از آثار ایشون و 6 تابلو هم از زندگی شخصیشون. که گفتیم و بر من خیلی قابل توجه بود این بود که با وجود که 5 تا از کارهای آقای اکبر رادی رو قبلا اجرا کردید و اشراف دارید و مانوسید، باز این بار که میخواین یه کاری با دانشجواتون کار کنین گفتین دارم سایر آثار آقای رادی رو هم میخونم. یعنی هر بار که یک اثری میخواین اجرا کنین سعی میکنین یک بار یک مروری بکنین و احاطه کامل به اون حوزه داشته باشید؟ این همیشه اتفاق میفته بی‌تردید، چون فکر میکنم من با دیروز خودم که یکسان نیستم و اگر فردایی برای من وجود داشته باشه و فردام یکی نیستن، طبیعتاً عقل و درایت و بینش آدم تغییر میکنه. اگر کم نشه شانس بیاره بیشتر بشه این بینش و نگاه در واقع جانشومتر بشه، طبیعتاً یه چیزهایی رو میبینه که شاید در گذشته ندیده، خیلی هم واضحه. و همونجوری که در هر اجرایی که من به صحنه میبرم چه به عنوان بازیگر سعی میکنم واقعا نو کنم تا شب پایانی، یعنی با مشورتی که با کارگردان میکنم گاهی کلافه میشه که حالا من این کارم بکنم، دیشب فکر کردم به این نتیجه رسیدم و خب اگر درست باشه میپذیرم. خودم هم به عنوان کارگردان گاهی پیش میاد که نه، معمولا اینجوریه، حتی در حین اجرا که فلانی تو امشب مثلا این کارم بکن یا اون کار اشتباه بود، حتی تا این حد چطور؟ خب من به این نتیجه امروز رسیدم، عطف به اون جمله در فلان صحنه فکر میکنم این درستره، نه اینکه اون غلط حالا باشه ولی این درستره. و رشد میکنم طبیعتا و سعی میکنم همزمان با بازیگر پیش برم و با روز قبلش هم او فرق بکنه هم من، هم براش تازه تر بشه هم که طبیعتا یه چیز تازه تری رو دست بیاره که باعث تبلور اون کار میشه. و من فکر میکنم این اتفاق برای هر آرتیستی باید رخ بده. کاملا درسته. گفتین که آقای رادی جزو قلل ادبیات نمایشی ایرانن و همینجور که باز خودتون فرمودین ما از بچه های تئاتر، سینما، هنرهای نمایشی خیلیشون بیننده برنامه ما هستن. غیر از آقای رادی خواندن آثار چه کسانی رو پیشنهاد میکنین به دانشجوهای عرصه نمایشی و علاقمندان تئاتر؟ خب وقتی جلسه معارفمون رو ما معمولا در آموزشگاه برگزار میکنیم، چون این 3 سالیه که مستقل شدم و با در واقع حق امتیاز همسرم خانم رویا اسدی یک جایی رو ما رو اندازی کردیم، حالا نامی نمیبرم برای اینکه تبلیغ نشه، ولی تو این قبلتر همینجوری بود. ما جلسه معارفه که برگزار میکنیم یکی از اون آپشن ها و شاخص ها اینه که بچه ها جون باید حتما شما هفته یک نمایشنامه بخونید، خلاصه یک نمایشنامه رو برای من بیارید، از تو اینترنت هم کپی نکنید، هفته یک نمایشنامه حداقل، چون نمیشه گاهی فشار آورد. تو ترم اول این رو ما عادت میکنیم. چند ترم دوره؟ چهار ترم. که به اصطلاح بیان و مهندسی صدا رو ترم یک به عنوان بیس و پایه یاد میگیرن، تو ترم دوم مبانی که بازیگری، رهاسازی، تربیت حس رو، تو ترم سوم در واقع میزانسن در دیالوگ رو میآموزن یا به یه نوعی نمایشنامه خانی رو، همون نمایشنامه رو اونایی که میمونن تو ترم 3 پاس میکنن در واقع میرن تو ترم 4 ممکنه با دوره‌های دیگه اگه خیلی کم باشن ترکیب بشن، اون اثر رو که خواندیم ببریم روی صحنه در یک حالا معمولا تالار خصوصی دیگه. چون عده‌ای میگن که برای ما خواندن نمایشنامه سخته، میگن ما رمان میتونیم بخونیم ولی نمایشنامه سختمونه، چرا و شما چه سیری رو مثلا پیشنهادتون برای کسی که میخواد حالا آشنا بشه و نمایشنامه بخونه برای شروع پیشنهاد میکنین با آثار چه کسی یا چه آثاری شروع بکنه؟
ببینید من اونجا تو به یه سوالتون جواب ندادم، لابلای این پاسخام گم شد که چه کسانی رو پیشنهاد میکنم. من به هر صورت بزرگان نظیر اکبر رادی، اسماعیل خلج، اینها کسایی هستند که در واقع پرچم دارن در درام این سرزمین. بعد همینجوری به مرور عقب‌تر که میایم درام نویسانی مثل محمد رحمانیان، حمید امجد، محمد چرمشیر، عرض بوز شما، اینها رو من پیشنهاد میکنم بهشون. خارجی چی؟ خارجی ها اینا بخش ایرانی هست. بله ممنونم که اشاره کردین. درام نویسان غیر ایرانی رو هم دیگه از عهد باستان ما شروع میکنیم تا امروز معاصر، چون به هر صورت درام مال اوناست، اونا بلدتر از ما، قبول باید بکنیم. اینی که از تئاتر یونان در واقع اونها مجازن بخوانن تا امروز هر کسی که دلشون بخواد. حالا ممکنه یه هنرجویی اصلا تمایلی به درام ایرانی نداشته باشه، من مجبورش نمیکنم که حتما ایرانی بخونه، ولی یا اصولا ممکنه تمرکز کنه روی یک درام نویس ایرانی، فقط مثلا رادی، مثلا فقط اسماعیل خلج، باز ممانعتی وجود نداره. ولی غیر ایرانی ها از هر کسی دلشون بخواد میتونن بخونن، خلاصه شو بیارن، اینکه آشنا بشن، یه جوری از نون شب واجبتر دلم میخواد براشون بشه. اینا شب یه تورقی بکنن، 10 صفحه بخونن در طول هفته، چه میدونم 7 تا 10 صفحه میشه 70 صفحه، اینو مجتمع رو میتونن تموم کنن. دو تا اصطلاح به کار بردین، این دو تا رو برای من و بیننده لطفاً بگین. یکی چند باری فرمودین دراماتورژ، و یکی به میگین درام نویس. دراماتورژ به کی میگن و چرا درام نویس؟ یعنی آثار نمایشی مگر همیشه درامه که میگن درام نویس؟ اول میخواین بفرمایین دراماتورژ چیه؟ ببین بسیاری از آثار امروز روز شاید خیلی دیگه جای طرح شدن نداشته باشه، یا جا داشته باشه که ما طرح بکنیم، ولی خیلی مخاطب زیادی نداشته باشه. نه اینکه بخوایم تغییرات فاحشی بدیم، اما دیدگاه کارگردان هم به عنوان خالق دوم اثر مهمه دیگه. نه یعنی ممکنه شکسپیر 400 سال پیش 500 سال پیش هملت رو نوشته باشه، نل به نل آن رو روی صحنه آوردن یه چیز نزدیک به 400 500 اجرا میشه، اصلا کی طاقت میاره؟ و بعدم با اون اگر به شکل موزه‌ای هم بخوایم نگاه بکنیم، بخواد نل به نل به شکل تئاتر شکسپیریان اجرا بشه، نه بازیگرش رو داریم که تربیت شده باشه، نه اون کارگردان رو داریم، ولی خب این وسوسه مثلا وجود داره برای همه، شاید برای خود شما وجود داشته باشه که مثلا اگر یه کارگردانی همچین اثری رو صحنه بخواد ببره، به شما پیشنهاد بده یه نقشش رو بازی بکنید. یا هنوز من خودم دوستدار اینم که توی 57 سالگی حالا شاید هملت رو بازی نکنم، هر چند یه سال و نیم پیش بازی کردم در اون تکوی آوازخانه خیابان‌های منهتن، حالا به یه شکل خاصی، اما دیگه امروز روز اون اثر شاید مخاطب خودش رو نداشته باشه. طبیعتاً دیدگاه اون کارگردان باید ملحوظ شه، اینکه از چه زاویه‌ای داره نگاه می‌کنه. کارگردان‌های بزرگ زیادی در جهان این اثر رو کارگردانی کردن. خود من زمانی که می‌خواستم بازیش بکنم در 29 سالگی، کار آقای قطب‌الدین صادقی بعدی که یادش بخیر، در اون کارم خب مرشای زیادی وجود داشتن که الان برای خودشون اسمی در کردن و خیلی مطرحن. خب ناگزیر من فیلمای زیادی دیدم و عکسای زیادی دیدم، توضیحات زیادی شنیدم، و بیشتر از این که به اون متن رجوع بکنم که خب البته ترجمهش فرق میکرد و همینطور فشرده تر شده بود، اون کاری که ما سال میگم 70 رو صحنه رفت در سال نسیه تئاتر شهر، متاسفانه 13 شب هم بیشتر اجرا نشد، با وجودی که با اقبال عجیب تماشاگر روبرو شد. یعنی من خاطرم از شب آخر اون سالن چیزی بوده 560 خورده ای صندلی داره، باورتون شاید نشه بالغ بر 1200 نفر اومده بودن و در
اصلی سالن چیز رو تئاتر شهر رو شکوندن که نیروهای انتظامی اومدن و چون شب آخرم بود دوست داشتن رفتن ببینن. خیلی از همکارام و هنرمندای ما ایستاده تو بالکن کار رو دیدن. طبیعتاً اون دیدگاه ثانویه باید ملحوظ شه و زاویه که نگاه میشه حتی ممکنه بعضی از شخصیت ها حذف بشه. خب من هر بار اجرا کردم فورتین براس رو حذف کردم در پایان چون فکر میکنم خیلی کارکرد نداره. یا مثلا بعضی ها میایند مثلا صحنه محراب کلیسا اونجایی که کلادیوس داره به گناهش اعتراف میکنن رو حذف میکنن. چرا که به این دلیل چون میگویند شکسپیر خب مینوشته گاهی میرفته نیمه کار رها میکرده میرفته یه کاری رو کارگردانی میکرده بازی میکرده همه کار رو داشته دیگه سودای همین چیزها رو داشته بعد یادش میرفته بعد دوباره میومده بعد چند سر وقت اثر نمیخونده مینوشته ادامهش و اون چیزی که تو ذهنش بوده گاهی تناقضایی وجود داره. حالا این نابغه رو شما در نظر بگیرین که یک غولی به نام داستایفسکی میگوید راجبش که من همواره قبطه میخورم و من در مقابل اون نویسنده خودم رو نویسنده نمیدونم. نویسنده انگلیسی که گاهی پر از تناقضات هست آثارش به دلیل اینکه این تناقض مثلا یه نمونهش اینه در یه صحنه ای میاد هملت از مقابل اون محراب میگذره میخواد کلادیوس رو شاه قاصب رو بکشه پشیمون میشه چرا که اون داره دعا میکنه میگه اینو در این حال اگر من بکشم میره بهشت او پدر منو در خواب کش و فرصت در واقع مغفرت جستن در از درگاه خداوند بهش نداد فرصتی که از خدا بخواد بخشیده بشه. بعد میره تو خوابگاه مادر شهبانو اونجا یه سرصدای پشت پرده میاد وزیر رفته اون پشت قایم شده در استراحت سم میکنه میزنتش با خنجر میکشه بعد میگه شاه بود بعد پرده که میفته و جسد رو میبینه میگه ای فضول متوجه میشه که پلونیوس وزیر رو کشته. درست دقیقه قبل شاه رو در محراب دیده چجوری میتونه مرتکب اشتباه بشه و شاه رو جای کسی دیگه ای بگیره پشت پرده؟ نمیتونه همزمان شاه هم در محراب کلیسا باشه هم در خوابگاه شهبان. ببینید از این تناقضات داره. بنابراین جایزه حتی شکسپیر رو هم بشه خود عرض کرد. پس دراماتورژ میاد و بسته به شرایط ذهنی زمان و مکان و ذهنیت کارگردان و اون جوری که میخوان نمایش دوباره پالوده میکنه. بله پالایش بله، میکنه و آماده بله. میکنه. چون وقت این بخشمون تموم شده یه استراحت کوتاهی میکنیم و اون سوال درام نویس رو اگه اجازه بدید میذاریم برای آغاز فصل یعنی بخش بعدی گفتگو. خیلی خیلی ممنون. سلام، در ادامه بسته های پیشنهادی این شب های کتاب باز امشب با فیلم آژانس شیشه‌ای شروع میکنیم. نهمین ساخته ابراهیم حاتمی کیا داستان رزمنده است به نام حاج کاظم که در سالهای پس از جنگ مسافرکشی میکند و با دیدن اوضاع وخیم همرزم جانبازش تصمیم میگیرد هر طور شده او را برای معالجه و بیرون آوردن ترکش از بدنش به خارج برساند. حاج کاظم آژانس شیشه‌ای با بازی پرویز پرستویی قهرمان ماندگار سینمای ایران است. او ما را یاد شخصیت سانی در فیلم بعد از ظهر سگی میاندازد و به تراویس فیلم راننده تاکسی بی‌شباهت نیست. اما قهرمانی کاملا ایرانی و محصول وضعیت اجتماعی پس از دوران جنگ در کشور است. مردی که گوشه نشینی اختیار کرده اما زمانی که میخواهد دوباره ایثار کند و این بار برای نجات دادن جان همسنگرش پا پیش بگذارد با قضاوتهای بیپایه مواجه میشود و از بیتوجهی جامعه به سطوح میآید تا بالاجبار به یک گروگانگیری مسلح تبدیل شود. که خواستش درمان همرزمش در لندن است. او با مونولوگ‌های بیادماندنی و تأثیرگذار و تصمیماتی که در طول فیلم مانند یک فرمانده شجاع و سخت کوش می‌گیرد قلب تماشاگران را تسخیر می‌کند.
با وجود اینکه بخش اعظم فیلم در یک آژانس هواپیمایی می‌گذرد، داستان آنقدر خوش ساخت به تصویر کشیده می‌شود که تماشاگر لحظه‌ای هم از آن غافل نمی‌شود. روایت پرفراز و نشیب آژانس شیشه‌ای به اندازه‌ای جذاب است که پس از گذشت بیش از 20 سال از ساخت آن همچنان می‌توان از دیدنش لذت برد. پیشنهاد دوم امشب مستند مرد گریزلی به کارگردانی ورنر هرتزوگ. اگر از خودم ضعف نشون بدم اونا منو میگیرن، تیکه تیکم میکنن و میمیرم. برای همین خیلی مواظبم، خیلی. اینها جملاتی هستند که تیموتی تریدول در حالتی بین غرور و وحشت در مورد خرسهای گریزلی میگوید. در آخر هم یکی از همان خرسها او را میگیرد و تکه تکه میکند و او میمیرد. اگر فکر کردید که داستان فیلم لو رفته، اشتباه میکنید. مرد گریزلی قصه سرراست دارد، اما روایت ورنر هرتزوگ که بی تردید بهترین مستندساز زنده دنیاست، از این داستان بسیار پیچیده و پرتعلیق است. تیموتی ساده دل به مدت 13 سال و به دور از اجتماع خشمگین در کنار خرس‌های گریزلی آلاسکا زندگی کرده. در این مدت به زن خودش با آنها دوست و رفیق شده و تا دو سوم فیلم زندگی ساده و رویایی او را در طبیعت زیبای آلاسکا و در کنار حیوانات وحشی می‌بینیم. فیلم اما درباره تنهایی انسان یا زیبایی‌های طبیعت نیست، بلکه درباره تفاوت تصور ایدئالیستی انسان شهرنشین از طبیعت و ماهیت واقعی آن است. طبیعت به راه خودش خواهد رفت، اما نه آنطور که ما می‌خواهیم. پیشنهاد سوم امشب موسیقی ساراباند اثر جورج فردریک هندل. جورج فردریک هندل آهنگساز آلمانی تبار بود که عمده معروفیتش به خاطر اپراها و کنسرتوهای ارگ است. قطعه ساراباند یکی از معروفترین آثار این آهنگساز را با هم گوش میکنیم. تا بسته پیشنهادی دیگه، خدا نگهدار. آقای شهرستانی، چرا خیلی وقتا به نمایشنامه میگن درام و به نمایشنامه نویس میگن درام نویس؟ خب ببینید، ما در زندگی متعارفمون خیلی از سرگذشت ها، خیلی از حوادث، وقایع طرح میشه و اینها به گوش ما میرسه، متاثرمون میکنه. حالا بنابر نسبتی که و نزدیکی که با اون واقعه یا آدم هایی که اون اتفاق برشون افتاده داریم، طبیعتا میتونه این تأثیرات بیشتر یا کمتر بشه. اما گاهی سوژه های مطرح میشه که ابدی ازلی‌اند، در همه دوره‌ها قابل طرح‌اند. مثلا شما در همون هملتی که تو بخش قبل صحبت کردیم، حقیقت جویی یا عدالت خواهی این آدم هملت حائز اهمیته و حول این محور میشه پرداخت فراوانی کرد و برای هر دوره قابل طرح و عنوانه. برای همینه تا امروز مونده، هنوزم اسم هملت میاد مرمور میشیم، دلمون میخواد به عنوان یه بازیگر، حتی اگر توی اون دوران منفعان جوانی رو پشت سر گذاشتیم، بهمون باز پیشنهاد بشه هملت رو بازی کنیم، این موقع موهامون رنگ میکنی دیگه، حالا اشکال نداره من، ولی قافل از این که دیگه من باید کلادیوس رو بازی بکنم یا مثلا یواش یواش پلونیوس رو. این وقایع استثنایی که دیگه از به نظر من شکل دارم به گونه ای عرض میکنم که برای همه مخاطبین شما قابل فهم باشه، از شکل روزمره خودش جدا میشه و میتوانه همه جوامع رو در بر بگیره و طرح بشه و جذابیت داشته باشه و تاثیرگذار باشه، منتها در توی یک چارچوبی طبیعتاً که خود شما یک کس همین درام نویسان هستین، مینویسین، کارگردانی میکنین که حالا باید مراعات بشه طبیعتاً اون قوانین، مثل حالا فرض فرمایین گرفکنی، گرگوشایی، شخصیت پردازی. حالا در دوران کهن این در یک مقطع زمانی خاص و چارچوب خاصی اجرا می شده، نوشته می شده که حالا اون قانون ارسطویی رو باید مراعات می کردن. امروز روز در درام مدرن این اتفاق نمی افته دیگه، شخصیت ها شاید باز طبق قوانین گذشته که باید شاهی می بود که از
اوج قدرت به حضیز ذلت دوچار می شد دیگه امروزه اینجوری نیست. ممکن یک دستفروش، یک کارگر ساده هم قهرمان قصه ما باشه و زندگیش دراماتیک باشه و بشود این رو تسریش داد. وقتی که شما مثلا دزد دوچرخه دستیکار رو میبینی که متعلق به دوره نورالیست هست در ایتالیا بعد از جنگ، حالا اون رکود اقتصادی به وجود آمده و یک موج تازهی داره پیش میاد و فیلمسازهای نوعی و خوشفکر و جریانسازی در ایتالیا ورود میکنن، میاد زندگی کارگر ساده رو در واقع به عنوان قهرمان، به عنوان بهانه قصهش در نظر میگیره که شاید پیش از این درام اصلا طرح شدنی هم نبود، در دوران کهن برامون جاذبه ای نداشت. ولی میبینیم چقدر شبیه زندگی خود ماست، یا آدم های اون دوره است، یا مثلا جاده فلینی راجبه یک پهلوان دوره گردی سیاری که میره و بر اون بر زنجیر پاره میکنه. یعنی پهلوان های دوران قبلی خودمان هم سینی جر میده. بعد این توی اون بحران حالا قصهش رخ میده، اتفاق میفته، مرتکب یه قتلی میشه، یکی از رقباشو میکشه، بعد اون دختره که همراهش از قصه میمیره. خود تمام این فراز و فرودها میتونه متاثر بکنه مخاطب رو. به گمان من آنچه که تحت تأثیر قرار بده و ما بتوانیم اون رو تسریش ببخشیم، به گمان من میتونه درام باشه و غیر از این نه. زندگی روزمره هیچ ارزش برای ترک کردنش وجود نداره. اینکه مثلا نمیدونم عباس آقا زندگی شخصی خودش رو داره، با زنش اختلافی داره، نمیدونم با بچهش این تنش رو داره، بعد علمیشه، اینها خیلی گفتنی نیست. اما به مجردی که به قول استادم و پدر معنویم که امروزم البته زمانی که ما داریم ضبط میکنیم این برنامه رو روز تولدشون هست، استاد حمید سمندریان، در تعریف درام عنوان میفرمودن که دو نفر آدم دو طرف میز نشستند، دو فنجان قهوه روی میزه. تا اینجا ما درامی نداریم، اما به مجردی که میفهمیم یکی از این فنجان ها مسموم هست، از اینجا درام شروع میشه که چه حادثه‌ای قرار رخ بده، کی قرار قربانی باشه، کی قاتل و کی مقتول. خود به خود این جاذبه ایجاد میشه و این سوسپانس و تعلیق به وجود میاد و رفته رفته موتور قصه به جنبش حرکت در میاد و ما رو پیش میبره. ممکنه حالا 6 ساعت هم طول بکشه و ما خسته نشیم همراهی کنیم. خیلی متشکرم. شما جز مدرسین در واقع ممتاز و تراز اول بیان هستید و خودتونم چند تا کتاب صوتی رو در واقع با صدای شما منتشر شده. چه کتابایی بوده اون کتاب صوتی که شما در واقع گفتید؟ عرض حضورتون که من سالهای دور، شاید فکر میکنم 13-14 سال پیش شروع شد این ضبط آثار، که فکر میکنم 3 تا یا 4 تا باشه. یک اثر از میچ الوان به نام یک روز دیگر که اون اثر رو من خیلی دوست دارم، چرا که درست زمانی من این کار رو ضبط کردم که یک هفته از فوت مادرم گذشته بود و دقیقاً ارتباط این قهرمان قصه با مادرشه که توی عالم برزخ تو 24 ساعت رخ میده، میخواد خودش رو بکشه، حادثه برش پیش میاد و در اون عالم مادرش رو میبینی که سر وقتش میاد، از تمام حقایق زندگی و رازهایی که او بیخبر بوده و باعث تنش او و مادرش رو در دوران گذشته میشه. عرض به حضور شما این دو کار بود. یه کاری از اخوان ثالث به تهیه کنندگی پسرشون زرتشت ما ضبط کردیم به نام شهر سنگستان، که با خانومها تیموریان و معتمداریا ضبط شد اون کار. یه کار از شیوه های نوین مدیریت اگر اشتباه نکنم زندگی استیو جابز، که اون خیلی
مفصل بود، حدود 9 ساعت و 20 دقیقه که من اون کارو حدود 14 ساعت ضبطش طول کشید برام. کتابی بود که خیلی هم مورد توجه قرار گرفته بود و با چند ترجمه متفاوت هم در ایران هم چاپ شد. بله بله همینطوره. و فقط البته اون به سفارش مدیران، یعنی اون تایید کننده گفت اینو مخصوص مثلا مدیرانی که توی شرکت های مختلف کار میکنن میخوام اونجا پخش بکنم، ولی واقعیتش اینه که من اونو توصیه میکنم همه بشنون. و زندگی نامه این انسان استثنایی به نظر من برای هر کسی جذابه. خیلی متشکرم. ما روال برنامه‌مون اینه که آخر برنامه یک تندیسی تقدیم مهمان میکنیم. من این تندیس رو بعد از برنامه تقدیم شما خواهم کرد، ولی الان میخوام خواهش کنم که با بیان گرم خودتون، اگر کتابی هست که مورد علاقتون، اگر کتابی هست که دوست دارین، بخشهایی از اون رو برای من و بینندگان بخونید و ما برنامه رو تموم بکنیم. من بعد از برنامه در واقع تندیس رو تقدیمتون میکنم. خواهش میکنم. ما هر دفعه به مرحوم احمد آقالو تو رادیو که من افتخار همکاری باشون داشتم سالهای طولانی و تا کار زیادی رو در خدمتشون ضبط کردم، تا میگفتیم احمد یه نکته ای به یادش میومد دست میکرد تو جیبش، یه دونه حافظ جیبی داشت در میآورد و میخوند و خیلی هم خوب میخوند. آقای آقالو جز معدود بازیگرهایی بود که به گمان من سواد این کار رو داشت، ضمن اینکه خب هنرهای زیبا خوانده بودن ایشون تئاتر و بازیگری رو. این در واقع تجسس و آموزش و یادگیری احمد واقعا تا روز آخری که زنده بود ادامه داشت و راستگو راستگو. من والا منم یک کتابی دارم به نام شازده کوچولو. آره این شازده کوچولو همیشه همراه منه. همیشه همراهتون؟ بله بله. شاید باورتون نشه و بعد شبام گاهی تورق میکنم یه صحنه‌اش رو دوباره میخونم. شاید یعنی لباستون رو عوض بکنی از جیب این کد در میاری میذاری مثلا تو جیب یه دونه دارم رو اصلا کنار تختم، اینم که همراهم هست. آره گوشه ای هست و میگم شاید چه بسا توی خلوتی مثلا قبل از ضبط برنامه ما فرصتی بود دیگه میتونستم این کارو بکنم که البته انجام ندادم چون چند تا تلفن بهم شد. چشم من خیلی اطاعت امر میکنم. دستکشان درد سره. امیدوارم زودتر شرایط جوری بشه که احتیاج به دستکش نباشه. منم امیدوارم. روز پنجم باز سر قضیه گوسفند از یه راز دیگه زندگی شازده کوچولو سر در آوردم. مثل چیزی که مدت‌ها تو دلش بهش فکر کرده باشه یهو بی مقدمه از من پرسید گوسفندی که بوته‌ها رو بخوره گلارم می‌خوره؟ گوسفند هر چی گیرش بیاد می‌خوره. حتی گلایی هم که خار دارن؟ آره حتی گلایی هم که خار دارن. پس خارا فایده‌شون چیه؟ من چه می‌دونستم؟ سخت گرفتار باز کردن یه مهره یه سفت موتور بودم. از اینکه یواش یواش بو می‌بردم خرابی کار به اون سادگیام که خیال می‌کردم نیست، برج زهرمار شده بودم و ذخیره آبم هم که داشت ته می‌کشید بیشتر به وحشتم انداخت. پس خارا فایده‌شون چیه؟ شازده کوچولو وقتی سوالی رو می‌کشید وسط دیگه به این مفتیا دست بر نمی‌داشت. مهره پاک کلافم کرده بود. همینجور سرسری پروندم که خارا به درد هیچ کوفتی نمی‌خوره. اونا فقط نشونه بدجنسی گلان. پس از لحظه سکوت با یه جور کینه در اومد که حرفتو باور نمی کنم. گلا ضعیفن، بیشیل پیلن، سعی میکنن یه جوری تای دل خودشونو قرص کنن. اینی که خیال میکنن با اون چارت خار چیز ترسناک وحشت آوری میشن. لام تا کام بهش جواب ندادم. در اون لحظه داشتم تو دلم میگفتم اگه این مهره لعنتی همینجور بخواد لج کنه با یه ضربه چکش حسابشو میرسن. اما شازده کوچولو دوباره افکارمو به هم ریخت. تو فکر میکنی گلا؟ من باز همونجور بیتوجه گفتم ای داد بیداد. نه من به هیچ کوفتی فکر میکنم. آخه من گرفتار هزار مسئله مهمتر از اونم. هاج و واج نگام کرد و گفت مسئله مهم؟ منو میدید که چکش به دست با دست و بال سیاه روی چیزی که خیلی هم
زشت به نظر می رسید خم شدم. مثل آدم بزرگا حرف می زنی. از شنیدن این حرف خجل شدم. اما او همینجور بیرحمانه می گفت. تو همه چیز رو به هم می ریزی. همه چیز رو قاطی می کنی. حسابی از کوره در رفته بود. موهای طلاییش توی باد می جنبید. اخترکی رو سراغ دارم که یه آقا سرخ روی توش زندگی میکنه. اون هیچ وقت یه گل بو نکرده، هیچ وقت یه ستاره رو تماشا نکرده، هیچ وقت کسی رو دوست نداشته، هیچ وقت جز جمع زدن عددها کاری نکرده. اونم مثل تو صبح تا شب کارش همینه که بگه من یه آدم مهمم، من یه آدم مهمم. اینو بگه و از غرور به خودش باد کنه. اما خیال کرده اون آدم نیست، قارچه. چی؟ آره، یه قارچه. حالا دیگه رنگش از فرط خشم مثل گچ سفید شده بود. کرورها سالی که گلا خار میسازن و با وجود این کرورها سالی که براها گلا رو میخورن. اون وقت هیچ مهم نیست آدم بدونه. پس چرا گلا واسه ساختن خارایی که هیچ وقت خدا به هیچ دردشون نمیخورد اینقدر به خودشون زحمت میدن؟ جنگ میان براها و گلا هیچ مهم نیست؟ این موضوع از اون جمع زدنهای آقا سرخ روی شکم گنده مهمتر و جدیتر نیست؟ اگه من گلی رو بشناسم که تو همه دنیا تکه و جز تو اخترک هیچ جای دیگه پیدا نمیشه و ممکنه یه روز صبح یه برای کوچولو مفت و مسلم بین که بفهمه چه کار داره میکنه به یه ضرب پاک از میون ببردش، چی؟ یعنی اینم هیچ اهمیتی نداره؟ سرخ شد و اضافه کرد، اگه کسی گلی رو دوست داشته باشه که تو کرورها کرور ستاره فقط یه دونه ازش هست، برای احساس خوشبختی همینقدر بس که نگاهی به اون ستاره بندازه و به خودش بگه گل من یه جایی میون اون ستاره هاست. اما اگه بره گل بخوره براش مثل اینه که یهو تمام اون ستاره ها پتی کنن و خاموش بشن. یعنی اینم هیچ اهمیتی نداره؟ دیگه نتونست چیزی بگه و ناگهان هق هق کنن زد زیر گریه. دیگه چکش و مهره، حتی تشنگی و مرگ به نظرم موسک می اومد. رو ستاره ای، رو سیاره ای، رو سیاره من، زمین، شازده کوچولی بود که احتیاج به دلداری داشت. با آغوشش گرفتم. مثل گهواره تابش دادم. بهش گفتم گلی که تو دوست داری توی خطر نیست. خودم واسه یه گوسفندت یه پوز بند میکشم. خودم واسه یه گلت یه تجیر میکشم. خودم بیش از این نمیدونستم چی بگم. خودم رو سخت چلمن و بی دست و پایست میکردم. نمیدونستم چطور باید خودم رو بهش برسونم یا بهش بپیوندم. چه دیار اسرارآمیزی است این دیار عشق. بی نهایت ممنونم. خیلی از شما متشکرم. خیلی ممنونم که این بخش بسیار زیبایی شازده کوچولو رو برای ما خوندین و اینقدر زیبا خوندین و خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. من از شما متشکرم. بعد از مدت‌ها فرصتی شد که شما رو ببینم. بسیار خرسند و خوشبختم. همینطور از تهیه کننده و دوستان عزیز باشه دوربین و همگی متشکرم که منو به برنامه خوب دعوت کردید. ارادتمند شما. خیلی متشکرم. متشکرم. شب 13 خسته از راه میرسی و زخمت مثل ماهی که از آب گرفته باشند تازه است. با آبششهای سرخ و دهانی باز که دردهای بی صدا را بیرون می ریزد. روبرویت می نشینم با یک لبخند و نگاه هزار پنجره را می گشاید. زخم ها نشانه های زندگی اند تا بدانی از کدام مسیر به اینجا رسیده، از کدام پیچ، کدام مانع، کدام چاه، و از گیاهی مرهم می گیرند که از چشمه اشک تو سیراب می شود. از چشمت رودی جاری می شود و ماهی ها به سمت دریا می روند. آنگاه جایی برای شادی باز خواهد شد.
هیچ کس نمیتواند جلوی شادی تو را بگیرد، حتی زخم‌های بزرگ، چرا که زخم تنها برای خوب شدن بر تنت می‌نشیند، بی آنکه از دهان بسته‌اش رازی برملا شود. آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران. ارادتمندم. خواهش میکنم. درباره اخبار میخواییم صحبت. بله، همینطور. چرا اخبار؟ برای اینکه این روزا خیلی در واقع درگیرشیم، تو این روزای کرونایی هممون از طریق رسانه‌های مختلف داریم دریافت میکنیم و من فکر میکنم اثر مخربی رو سلامتی روحی و ذهنی ما داره. خب مگه میشه بدون اخبار زندگی؟ نه، موضوع اینه که همون مینیمالیسمی که فصل قبل طرح کردیم، یه فاصله امنی رو باید با اخبار در واقع حفظ کنیم. ما خیلی غرق شدیم. ولی زیاد بیخبرم بودن؟ نه، آره، اون که اونم همونقدر اشتباهه. در واقع دوتا کتاب آوردم، شما که نمیتونید معرفی کنید، من خودم. اولیش اسمش اینه، خیلی معروف شد، اخبار رو دنبال نکنید، نوشته رولف دابلی، ترجمه امید کریمپور و انتشارات مهرگان خرد. یک کتاب اینه، زیرش هم نوشته بیانیه‌ای برای یک زندگی شادتر، آرامتر و خردمندانه. میشه بگین نویسنده کی بود؟ رالف داولی. آهان، کی بود؟ بس. آهان، همون که هنر شفاف اندیشی رو نوشته، همون که هنر خوب زیستن رو نوشته، که خیلی کارهایی یک مورد اقبال قرار گرفته. بله، همینطور. این جدیدترین کارشه. کتاب خیلی کم حجمی هم هست ولی خیلی غنیه. به من خیلی کمک کرد. یک کتاب دیگه هم از نویسنده محبوب من و شما آلن دوباتنه، به نام اخبار راهنمای کاربر. یعنی ماها که داریم از اخبار استفاده میکنیم چجوری این کارو بکنیم. من فکر کنم این دوتا کتاب اگه نکته های اصلیشو بتونیم تو این فرصت کم مرور کنیم، واقعا یه دید جدیدی به ما میده. ببینید، ایده مهم اینه که اصلا ما چرا اینقدر اخبار رو دوست داریم. آدم ها یه علاقه عجیبی به خبر دارن. تعریف ما از خبر فقط چیزهایی نیست که مثلا تو ساعتهای مختلف از تلویزیون و ماهواره و اینا پخش میشه. در واقع همه رسانه های اجتماعی، همه اشکالش، اینستاگرام، همه اینا دارن ما رو با مجموعه زیادی از داده ها به نام خبر بمبارون میکنن. من فکر میکنم خبر فقط دنیا رو توصیف نمیکنه، دنیا رو تعیین میکنه، دنیا رو میسازه. یعنی در واقع اون جنس از خبرهایی که ما دنبال میکنیم ذهنیتی به ما میده راجع به جهان که اون ذهنیت همون جهان میشه. در ما اونطور میبینیم دنیا رو. ما چرا اخبار رو دوست داریم؟ اخبار فاجعه آمیز رو، میدونید، عملا به سه دلیل: یکی ترس، یکی لذت، یکی هم مبارزه با ملال. ببینید، کلینت ایستوود میگه ما وقتی به طرز عجیبی تصادفی رو میبینیم که میدونیم شاید صحنه خشنی توش باشه، سرعت اتومبیل رو کند میکنیم برای اینکه ببینیمش. در واقع ترافیکی که پشت تصادف ایجاد میشه خیلیش به خاطر راننده های و همه آدم هایی که اونجا سرعت رو کم میکنن. ما یه مواجهه امن با یه فاصله مناسب با ترس و وحشت رو دوست داریم. اخبار بخشی از اینو به ما میده. پدری که بچه‌هاشو کشته، فلان قطاری که افتاده، این تعداد آدمی که با سیل، و میدونید این حس در واقع ناخودآگاه ما از احتمال وقوع فاجعه رو تغذیه میکنه. بلا فاصله بعدش یه لذتی هم رخ میده. دومین عامل علاقه ما به اخبار و اونی که ما اون نیستیم، این راجب ما نیست. در واقع ما این فاصله امنینه دیگه، انقدر آدم این اتفاق افتاده ولی ما در امانیم. خب دکتر، آدم بهش فکر نمیکنه که تحلیل کنه که چه باید کرد که من نباشم. معمولا این کار درستیه که باید بکنیم. در واقع تلاش آلن دوباتن و رالف دابلی تو این کتابا اینه که ما اخبار رو با این دید ببینیم، در واقع تحلیلش کنیم. مثلا یه ماشینی در واقع از یه پلی سقوط میکنه، به پل غیر ایمنی سقوط میکنه. خبر رو معمولا میرن میگن سرنشیناش کی بودن، چند سالشون بوده، بچه بودن، بزرگ بودن، چه اتفاقی افتاده. اما نگاه درست به این خبر اینه که بدونیم چرا این پل باعث سقوط این خودرو شد و چند تا پل اینجوری دیگه تو کشور هست. یعنی با این مشخصات و معماری که باعث آسیب شده به آدم‌ها، چند جای دیگه احتمال تکرارش وجود داره. ولی ما معمولاً این کارو نمی‌کنیم. معمولاً تو خبررسانی همون فاجعه، افرادی که درگیرشن، در واقع بررسی میشه و ما به تحلیل راجع به جهان یا اون اتفاق نمی‌رسیم. خب قسمت سومش هم مبارزه با ملاله. و برای همین خیلی از خبرها، ببخشید، از طرفتون گم میشه. گم میشه. خبرها خیلی مهم. باز راجع بهش میخوام
صحبت کنم که اخبار باعث میشه ما توجهمون به چیزهای جلب شه که اتفاقا اونقدر مهم نیست و چیزهای خیلی مهم دیگر رو فراموش کنیم. مثال حتما راجبش میزنم، بذارید یکیشو بگم. مثلا همین آلن دوباتن بررسی کرده که بارداری دوشس یکی از در واقع شهرهای بریتانیا در یک سایت خبری 5,800,000 تا بازدید داشته. 5,800,000 نفر این خبر رو دیدن، فلان خانوم عضو خانواده سلطنتی باردار شده. اما درست زیر این خبر خبری بوده در مورد فاجعه در اتیوپی که 100,000 کودک رو تهدید میکنه و فقط 4,000 بازدید داشته. کدوم یک از این خبرها مهمتره؟ ولی ما به کدوم بیشتر توجه میکنیم؟ میدونید در واقع باید نقادانه اخبار رو بررسی کرد. من میخوام بگم این جوری که ما با اخبار ارتباط برقرار میکنیم نه تنها کمکی به بهتر شدن جهان و حال خودمون نمیکنه که عملا جهان رو تو همین وضعیت اسفبار نگه میداره و دلایلش هم باز توضیح میدم. سومین دلیلم که در واقع ما اخبار رو دوست داریم غیر از ترس و لذت، مبارزه با ملاله. زندگی ما خیلی تکراریه، معمولا یه شکل کلی داره، صبح بیدار میشیم، کارهای تکراری و بعد دوباره صبح و کارهای اخبار ما رو از این ملال در میاره. میدونی فلان جا فلان فاجعه رخ داده، یه هیجان کاذب، یه آدرنالین موقت به روح و روان ما تزریق میکنه. اخبار آقای صد مثل قندن، مثل فست فودن، اشتها آورن، به راحتی قابل هضمن، بسیار مضرن و اعتیاد آورن. مثل قند برای مغز، مثل فست فود، در واقع این چهار تا ویژگی رو دارن: اشتها آور، قابل هضم، بسیار مضر و اعتیاد آور. میدونید این ویژگی‌هاش مهمه که بررسیش کنیم. ما در یک سال میانگین با 20,000 خبر بمبارون میشیم. اما میخوام بگم که یه ذره بحث کنیم، آسیب شناسی کنیم که این 20,000 خبری که ما دنبال میکنیم چه جور خبراییه و چه اثری روی ما میذاره. یکی از مهمترین اثراتی که ما اخبار فاجعه بار رو دائما دنبال میکنیم بی‌حسی مغزه. ببینید مغز ما یه ظرفیت توجه ثابتی داره، تا یه جایی نسبت به فاجعه ها واکنش نشون میده. مثلا کرونا تحریک میشه، بعد شروع میکنه برنامه ریزی میکنه، مواظبت میکنه. اما اگه حجم خبرهای بد به صورت تکراری از یه حدی زیادتر شه، مغز به عنوان دفاع از خودش کلن اونا رو انکار میکنه، یعنی بیحس میشه نسبت به خبرهای بد. واکسینه میشه، برای اینکه احساس میکنه ظرفیت توجه بیش از این نداره. بسیاری از خبرهای بدی که میشنویم در ابتدا توجه ما رو به اون موضوع، به اون فاجعه جلب میکنه. ما این کارهایی هم میکنیم براش، ولی از یه جایی به بعد ما بیحس میشیم، یعنی انقدر دردناک میشه این خبرهای بد که ما عملا دیگه نمیبینیمشون. بعد بدونیم مغز ما اینطور کار میکنه. خیلی از فجایع برای ما عادی میشن آقای سعد، یعنی اولش ما یه واکنش احساسی میدیم، بعد مغز خسته میشه و اصلا نمیبینه دیگه، اون موضوع رو از دسترس آگاهی و توجهش میذاره کنار. پس یکی از ایرادات آدمایی که دائم خبرهای بد رو دنبال میکنن اینه که اتفاقا کاری برای دنیا نمیکنن، چون بی‌حس میشن. دومیش اینه که ما دوچار یه توجه خیلی افراطی اشتباه میشیم. مثلا رالف دابلیو میگه سال 2008 یه سری تروریست در بمبئی 166 نفر رو کشتن. خیلی کار بدیه دیگه، خبر خیلی تلخیه. 1,000,000,000 نفر تو اون روز فقط یک ساعت کامل اگه وقت گذاشته باشن، که خیلی عدد کمیه، من فکر کنم خیلی بیشتره. وقتی خبر بد میاد ما 7-8 ساعت تو روز درگیرشیم. اگر 1,000,000,000 نفر روزی یک ساعت وقت گذاشته باشن، 100,000 سال از وقت بشر درگیر این خبر شده. 100,000 سال درگیر خبری که ما کاری هم براش نمیتونیم بکنیم. میدونید میخوام بگم اتفاقا حالا در مورد همین تروریست ها یه نکته جالب بگم که چطور اخبار به تروریست ها کمک میکنه. ببینید یه آمار رو بخونیم با هم. سال 2001 تا الان هر سال به صورت متوسط 50 نفر در اروپا با حمله های تروریستی کشته شدن. یعنی از 2001 تا الان حساب کنیم، کتاب مال 2018 یا 19 فکر کنم، سالی 50 نفر. اما تو همون اروپا هر سال 80,000 نفر تو سانحه رانندگی میمیرن. تو همون اروپا سالی 60,000 نفر با خودکشی میمیرن. 50 نفر حمله تروریستی، 60,000 نفر خودکشی.
احتمال اینکه شما توسط خودتون در اروپا کشته شید خیلی بیشتر از اینه که توسط تروریست ها کشته شید. ولی توجه ما چطور تقسیم میشه؟ آیا نسبت به سلامت روان آدم ها اونقدر که 60,000 قربانی میگیره، 60,000 نفر خودکشی میکنن، اونقدر خبر، مطلب، تحلیل یا اطلاعات به ما میرسه؟ ولی وقتی یه حمله تروریستی توی بانک یه جایی رخ میده، تمام توجه جهان به اون معطوف میشه، چیزی که 50 نفر قربانی میگیره. من نمیگم جان اون 50 نفر بی ارزشه، من دارم میگم باید بسنجیم 80,000 کشته در جاده ها، آیا در مورد اون تحلیلی داریم چطور جاده ها رو ایمن تر کنیم، رانندگی ها رو امن تر کنیم، هوشیاری رو ببریم بالا و و چیزهای دیگه. نه، توجه ما میدونید و تروریست ها از این توجه تغذیه میکنن. تروریستا با ترسه که دیده میشن و اخبار به طرز عجیبی به اونها پاداش میده. یعنی اگه یه گروه تروریستی افراطی تندروی در جای کاری میکنه، وقتی تمام جهان بهش توجه میکنن، اتفاقا تروریستا به هدفشون رسیدن. میدونید اینم صورت دیگه ای از اخبار. یکی دیگه از بدیای اخبار اینه که تعصب رو تقویت میکنه. آقای سعد، ما تمایل داریم جنسی از خبر رو دنبال کنیم که ما رو تایید میکنه. ما یه نگاهی داریم به جهان، هر کدوم، راجع به سیاست، راجع به اقتصاد، آینده، همه اینها. ولی ما خبرهایی رو جذب میکنیم، منظورم اینه که شبکه‌هایی رو میبینیم یا پیج‌هایی رو دنبال میکنیم که اتفاقا اطلاعات ما رو مستحکم‌تر میکنه. یعنی اخبار جنسی از آگاهیه که اتفاقا به آدم‌ها تفکر انتقادی نمیده، یه سری فکت تکراری میده که رو باورهای قبلیشون اتفاقا پایدارتر باشن. اخبار با فلسفه فرق داره، اخبار با دانش فرق داره. دانش نگاه ما رو به جهان تغییر میده، اخبار همون نگاه قبلی ما رو تقویت میکنه، چون ما گزینشی عمل میکنیم. اونایی که فاکس نیوز میبینن در آمریکا، اونایی که سی ان ان میبینن، هر کدوم چیزهایی رو میشنون که دوست دارن بشنون. اخبار شبه قهرمان ها و قهرمان های اشتباهی رو هم معروف میکنه. اخبار و رسانه های منظورم اجتماعیه. مثلا تا حالا شما اسم دونالد هندرسون رو شنیدید؟ دونالد هندرسون؟ نه. این آدمیه که آبله رو بعد از 30 قرن ریشه کن کرده. یعنی آدم به این مهمی، 30 قرن بشر از آبله میمرده، رنج میکشیده و یه انسانی انقدر کار مهمی کرده، هیچ دست نمیشناسه. چند نفر خانوم مثلا توران میرهادی رو میشناسه؟ خیلی کمن. ولی اخبار جنسی داره آقای صحت که اتفاقا آدمهایی رو معروف میکنه که لیاقت معروف شدن ندارن. قدیما اگه کسی مشهور میشد، یه رابطه بین شهرتش و دستاوردهاش وجود داشت. یعنی آدم یه کار بزرگی کرد، شکسپیر بود، خوب مینوشت، باخ بود، موزارت بود و معروفم بود. ولی الان یه آدم با گفتن مثلا یه کلمه مثل کچلیک میتونه یهو معروف شه، یعنی همه آدما ببیننش. فصلنامه ترجمان یه شماره، یعنی یک شمارهشو اختصاص داد به این مطلب که آدمهایی که بی دلیل مشهور شدن. و الان ما نمونه هایی داریم که به صرف هیچ کاری نکردن بیشترین تعقیب کننده و فالوور رو دارن، چون هیچ کاری نکردن. هیچ کاری نمیکنه. دقیقاً. یعنی معروفن چون معروفن. یعنی هیچ کاری، یعنی نه بازیگرن، نه در موسیقی، هیچی. و یه آدمی در اعتراض به این روند، هنرمند خوش‌ذوقی، یه تخم و مرغ رو تو همون ترجمه میگه، میذاره و بیشترین تعداد لایک رو میگیره. در واقع داره یه هنر مفهومی رو عرضه میکنه که بگه همینقدر شهرت در جهان ما پوچه و تو خالیه. میدونید آقا صد شاگردان من تو مدرسه خیلی از آدمای مهم و مؤثر کشور ما رو نمیشناسن. میدونید اصلا اسمشون هم تا حالا نشنیدن. و این دلیلش چیه؟ چون سمت علاقه اخبار و پروژکتورهای اخبار روی قهرمانهای اشتباهیه و روی زندگی آدم‌های اشتباهیه. خب پس چه جوری باید اخبار رو دنبال کرد؟ ببینید من فکر می‌کنم خیلی گزینشی. اخبار مثل آپاندیسه، دائما ملتهبه و تقریبا بی‌فایده است. این جوری که ما این اخباری که ما دنبال می‌کنیم. من مثلا خودم فقط یه در واقع یه مثلا حدود 45 دقیقه وقت می‌ذارم، یکی دو تا در واقع جایی که بهش مطمئنم اونا رو گوش می‌کنم یا می‌بینم خبرش و دیگه تمام. یه در مقابل این وسوسه‌ای که بیشتر مثل فست فود دیگه، اشتها آور، قابل هضم، هیجان رو در واقع تغذیه می‌کنه، در مقابل اینا سعی می‌کنم مقاومت کنم. مخصوصا آقا صد تو روزایی که کرونا خیلی زیاده، این اخبار به سلامت
روان ما آسیب میزنه. اخباری که خیلی هاش مرجع درستی نداره. در مواجهه با اینستاگرام هم همین کار. همینطوره. یه برنامه فصل گذشته داشتیم به نام مینیمالیسم دیجیتال. خدا رو شکر مردم خیلی دوست داشتن. خیلی به من گفتن این باعث شده عادت‌های ما تغییر کنه و این خیلی جای در واقع خوشحالی داره. میتونن به اون برنامه باز رجوع کنن. اونجا بیشتر توضیح میدن. کتابی هم معرفی کردن. یه کتابی هم به همین نام هست، مال نشر میلکان. بله. اگه بشه یه نکته دیگه هم بگم و تمام کنم بحث رو. آقا سعد درد دو سه دقیقه میگم. یونانی‌ها در ما حدود اواسط بهار، یعنی همین موقعی که ما زفت میکنیم، یه سنتی داشتن به نام تراژدی خانی. جمع میشدن بیرون شهر، هوام خوب بوده و قصه میگفتن، در مورد تراژدی ها حرف میزدن. مثلا قصه کسی رو میگفتن که همه فضائل اخلاقی رو داشته، یکی دو تا عیب شخصیتی داشته، مثل طمع، مثل حسد. همون عیب شخصیتی باعث میشه از جایگاهی بالا سقوط کنه به جایگاهی پایین. اونا اینجوری درس های اخلاقی میدادن. اما تراژدی ها دو تا چیز رو برای آدما امکان تجربهش رو فراهم میکردن که اخبار فراهم نمیکنه. اولیش امکان همدلی با اون آدمی که تراژدی برش رخ داد. نه، الان توضیح میدم که چرا نه. در واقع ما میدیدیم، چون پیچیده میدیدیم موضوع رو، چرا فلان آدم پدرش رو بدون اینکه بدون کشته، و حس میکردیم که شاید برای من هم اتفاق بیفته. میدونید، یعنی ما با کفش های اون آدم راه میرفتیم، حال و حواش رو تجربه میکردیم. ولی اخبار این مجموعه پیچیده از عواطف انسانی رو به یه تیتر کوتاه یا یه ویدیو یه دقیقه‌ای خلاصه میکنه. یادتونه تو برنامه استراب موقعیت میگفتم مثلا اگه فیلم آژانس شیشه‌ای کار آقای حاتمی کیا یه خبر بود چی میشد؟ اون خبر تیترش این بود که مثلا رزمنده سابق جنگ آژانس هواپیمایی رو به اسارت گرفت. ولی کاری که حاتمی کیا میکنه این که این تراژدی رو باز میکنه بیش از یک خط. ما میفهمیم حاش کاظم چرا اون کارو کرده، چه حسی میکنه، شاکله حسی رفتاریش چیه اون موقع، چه ریشه هایی داره، و این شبیه به سنت تراژدی خانیه. من میخوام بگم در این اخباری که اخبار بدین و تراژیکن، سعی کنیم با دیدی بهش نگاه کنیم که یونانی ها نگاه میکردن. اینکه شاید برای من هم اتفاق بیفتد و ریشه های اون اتفاق چیه، و اینکه کمی با بازنده ها و با باخته ها و با اونهایی که این اتفاقات برشون افتاده مهربان تر باشیم، دلایل اون اقدام رو بتونیم درک کنیم. این بهتر از اخباره. بسیار برنامه خوبی. خیلی ممنونم. من هر دفعه که شما صحبت میکنیم فکر میکنم این چقدر برنامه عالی بود. خیلی ممنون. بعد دوباره این حس تقویت میشه. شما با محبت نگاه میکنید. خیلی ایراد داره. ابدا. خیلی ممنون. ایراد که شما نه، من کیک ایراد نداره. ولی واقعا حرفاتون آموزنده کاربردیه. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. متشکرم. ممنون از شما که برنامه مرسی. ما رو دیدید. امیدوارم تا جایی که براتون مقدور هست کماکان در خانه بمونید، تا جایی که براتون مقدور هست کماکان فاصله ها رو رعایت کنید، به امید دوستی و نزدیکی بیشتر. و خدا نگهدار. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم فرار ریزش ناگهانی دلم را به دنبال دارد. انگار در لحظه باید همه چیز را همانجا به حال خود رها کنم و بروم، بدوم. انگار از ماندن بیشتر خسارت می‌بینم. وقتی می‌گوید به سوی من فرار کن، انگار می‌کنم که از او خیلی دور شدم و اگر دیر بجنبم راه برگشت را گم می‌کنم.